سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. بارسا از لیگ قهرمانان اروپا حذف شد و واکنش های این موضوع جالب و بعضن عجیب بوده است. بارسلونا شب گذشته در یکی از حساس ترین بازی های خود طی سالیان اخیر در ورزشگاه آلیانس شهر مونیخ مهمان بایر مونیخ بود. این دیدار برای تیم ژاوی هرناندز حکم مرگ و زندگی را داشت، چرا که آنها برای صعود به مرحله حذف لیگ قهرمانان اروپا محکوم به غلبه بر بایر مونیخ قدرتمند بودند. در واقع قابل پیش بینی بود که بنفیکا بتواند در بازی همزمان مقابل دینامو کیف حذف شده به پیروزی دست پیدا کند. از طرف بارسا در بازی برابر بنفیکا نیز یک بار شکست خورده و یک تساوی کسب کرده بود، بنابراین فقط باید بایر مونیخ را شکست میداد تا از کابوس رفتن به لیگ اروپا جلوگیری کند. بارسایی ها بسیار امیدوار بودند که بتوانند با غلبه بر بایر مونیخ به مرحله حذف لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کنند. حتی ژاوی نیز پیش از این مسابقه تاکید کرده بود که بارسا تیم بزرگ است و تنها به هدف پیروزی بر بایر مونیخ به میدان می رود. با این حال بلوگرانا شب گذشته یک شکست تلخ را تجربه کرد و با 3 گل مغلوب تیم یولیان ناگلزمن شد. در سمت مقابل همان طور که پیش بینی می شد بنفیکا موفق شد با 2 گل دینامو کیف را شکست دهد و با توجه به شکست بارسا مقابل بایر مونیخ این تیم در رده دوم گروه قرار گرفته و به مرحله 8 نهایی صعود کند. با این تفاصیل حالا باید به شکل کاملا باور نکردنی شاهد این باشیم که بارسا در ادامه فصل در لیگ اروپا بازی کند نه لیگ قهرمانان. بارسلونا برای اولین بار در 21 سال اخیر صعود به دور حذفی لیگ قهرمانان اروپا باز ماند. آخرین بار که بارسا موفق به صعود از گروه خود نشده بود به فصل 2000-2001 برمیگردد که پایینتر از میلان و لیدز یونایتد راهی جام یوفا شدند. اما واکنش ها در رسانه های اجتماعی به حذف بارسا در لیگ قهرمانان اروپا جالب بوده است که در اینجا برخی از آنها را میبینید. واکنش صفحه رسمی اروپا و خوش آمدگویی به بارسلونا. فوتبال پنجشنبه شب ها برای بارسلونا. آنها باید در یک هوای سرد پنجشنبه شب به مسافه لوژیو ورشو بروند. ایموجی خنده. بارسا بازیکنان جوان خوبی دارند، اما آنها به زمان نیاز دارند تا یاد بگیرند و خود را به فوتبال سطح بالا وقف دهند. ما در یک دوره انتقال هستیم، اما باز خواهیم گشت. کومان بارسا را خراب کرد، حالا ژاوی باید با این آشفتگی ایجاد شده توسط کومان مقابله کند. تمام توییت هایی که بارسلونا را ترول میکنند صبح من را میسازند. امروز اگر میخواهید بخندید فقط بگویید میلان یا بارسلونا. بیایید همه با هم با بارسا بخندیم. در ساعاتی که هواداران خشمگین و ناراحت از این ناکامی هستند، انتشار تصاویر از کلمنت لنگلی مدافع فرانسوی بارسا در حال خنده و خوشوبش با روبرت لیواندوفسکی ستاره لهستانی بایر مونیخ خبرساز شده است. خنده های روی اعصاب هواداران بارسا که احتمالاً باعث واکنش های منفی علیه این بازیکن در بازی های خانگی پیشرو در نیوکمپ خواهد شد. شوت سانه با وجود کات کم اما مثل یک شهاب سنگ از مقابل چشمان دستان ترشتگن عبور کرده و به طور دروازه چسبید. واکنش های باینی ها به این گل زیبا بسیار جالب بود. یکی از این واکنش ها را از مولر شاهد بودیم که پس از به ثمر رسیدن گل دوم تیمش به تحسین سانه پرداخت. با دیدن تصاویر آهسته گل سانه میتوان بیشتر پی به قدرت ضربه پای او برد. او در شرایطی که توپ زمین تر بود این شوت را به توپ زد و ترشتگن که خود را یک شوتگیر قهار مینامد به یک تماشاگر محض تبدیل شد. ستاره آلمانی بایرن ها در این فصل عملکرد بسیار خوب داشته و طی 6 بازی اخیر در 9 گل تیمش تاثیر داشته است. او در این بازی ها 5 گل زده و 4 پاس گل داده است. ونگر بایرن ها در بازی رفت و بارسا هم پاس گل داده بود. رونالد آروخو مدافع بارسا در پایان بازی گفت: شکست سنگین بود و میتوانستن گل های بیشتر هم به ما بزنند. بازی را خوب شروع کردیم ولی بایرن ها شانس های به مراتب بیشتر داشت. گل اول بایرن ها از لحاظ روحی ما را به هم ریخت و معتقدم به خاطر شکست در این بازی نبود که حذف شدیم. در 2 بازی برابر بنفیکا باید بهتر کار میکردیم و حالا راهی نیست جز تلاش بیشتر برای عوض کردن شرایط. امیدوارم روزهای خوب ما از راه برسد. آروخو ادامه داد: کمی مصدوم شدم و باید ببینم پزشکان چی خواهند گفت. مصدومیت آلابا هم اتفاق بعد دیگر بازی بود. باختیم و حذف شدیم ولی باید بیشتر تلاش کنیم تا نتایج خوب از راه برسند. واقعیت این است که حالا دیگر میان بهترین های اروپا نیستیم ولی حذفمان باید فتح لیگ اروپا باشد. تیم های خوب در این تورنمنت هستند ولی باید قهرمان شویم. ژاوی هرناندز سرمربی بارسا در پایان بازی گفت: بایر مونیخ بهتر از ما بود، البته ما هم سعیمان را کردیم. در شروع بازی پرس خوب داشتیم ولی بایر مونیخ رفته رفته بهتر شد و از ما بهتر کار کرد. ما تحت تاثیر بازی حریف قرار گرفتیم و در نهایت بازی را باختیم. این واقعیت تلخ است که با آن روبرو شدیم و هزارها دوره جدید در بارسا شروع خواهد شد. معتقدم باید از بارسا توقع بسیار بیشتر داشت و این ناکامی باید محل برای تعمق بیشتر و تغییر شرایط باشد. امروز برابر بایر مونیخ بد کار نکردیم ولی نشد. لیگ اروپا واقعیت امروز بارسلونا است و به این تورنمنت نهایت احترام را خواهیم گذاشت. تلاش خواهیم کرد بارسا را به جایگاه واقعیش برسانیم که البته همه میدانیم لیگ اروپا نیست. روبرو شدن با این واقعیت برایم سخت است و عذاب آور است ولی چاره ای نداریم. ژاوی ادامه داد: این حق بارسا نیست که در لیگ اروپا باشد. خیلی چیزها دست به دست هم دادند تا به اینجا برسیم و من خودم را هم مسئول میدانم. فکر میکردم بتوانیم بایرن را شکست دهیم ولی نشد. معتقدم کسی که تلاش میکند بالاخره به نتیجه برسد. باید سخت کار کنیم و با قبول این واقعیت تلخ به دنبال بهتر کردن شرایط باشیم. هدفمان از این پس باید فتح لیگ اروپا باشد.
یولیان ناگزلمن سرمربی بایرن مونیخ در پایان بازی گفت: مقابل بارسا کاملا کنترل کار را در اختیار داشتیم. ما در برابر حریف صاحب نام قرار گرفتیم که برای صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان اروپا فقط به پیروزی در این مسابقه احتیاج داشت. با این وجود در طول مسابقه هرگز به بارسا اجازه ندادیم که تمرکز درست داشته باشد. اگر منظم‌تر عمل می‌کردیم می‌توانستیم بیشتر از 3 گل هم وارد دروازه بارسا بکنیم. مشخصاً با توجه به جریان مسابقه در نیمه دوم عمیق‌تر به دفاع کردن پرداختیم، اما اینکه هیچ گل دریافت نکردیم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. ما 22 گل در مرحله گروهی به ثمر رساندیم و فقط 3 گل دریافت کردیم و فکر می‌کنم این عملکرد بسیار خوب محسوب می‌شود. ناگزمن همچنین درباره شانس بایرن مونیخ برای قهرمانی در این فصل از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا نیز گفت: می‌توانم بگویم که ما با شایستگی زیاد پا به مرحله 1/8 نهایی می‌گذاریم. ما به دنبال این هستیم که خودمان را در قامت یک مدعی نشان دهیم و نهایتاً به مقام قهرمانی دست پیدا کنیم. ما از بازیکنان در تیم برخوردار هستیم که همه به دنبال این هستند که یک بار دیگر قهرمانی در چمپیونز لیگ را تجربه کنند. توماس مولر بار دیگر نشان داد که راه درخشش برابر بارسا را خیلی خوب بلد است. مولر در دیدار شب گذشته بایرن مونیخ برابر بارسا توانست مثل دیدار رفت دروازه آبیناری‌ها را باز کند. مولر در 7 بازی که برابر بارسا به میدان رفته توانسته 8 گل به ثمر برساند و 2 پاس گل هم بدهد تا نشان دهد راه درخشیدن برابر آبیناری‌ها را خیلی خوب بلد است. بایرن مونیخ مثل دیدار رفت توانست بارسا را با 3 گل شکست دهد تا با 18 امتیاز مقتدرانه راهی دور بعدی لیگ قهرمانان اروپا شود. بوسکس بعد از بازی گفت: احساس بد داریم. می‌خواستیم که به دور بعدی صعود کنیم اما ناکام ماندیم. شرایط بد و دردآور داریم. عوامل بسیار باعث تا شرایط این گونه را تجربه کنیم. او ادامه داد: وضعیت بعد باشگاه و مجموعه شرایط دست به دست هم داد تا این گونه ناکام شویم. تیم‌های بزرگ زیاد مانند ما این شرایط را تجربه کرده‌اند. بایرن و چلسی هم این شرایط را داشتند. این یک گام رو به عقب بود. در شرایط خوب قرار نداریم اما باید تلاش کرد. او درباره رقابت در لیگ اروپا گفت: ما در هر بازی برای پیروزی به میدان می‌رویم و قطعاً برای قهرمانی تلاش می‌کنیم. می‌دانم که بهتر از این خواهیم شد. ما نمی‌خواستیم که در لیگ اروپا بازی کنیم اما اکنون قهرمانی در این جام را می‌خواهیم. بوسکس در پایان گفت: همه ما می‌دانیم که در شرایط بد قرار داریم. نباید در این بازی شکست می‌خوردیم اما بایرن مونیخ تیم برتر بود و این در حالی بود که ما ناامیدکننده ظاهر شدیم. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.